سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی، از طریق شبکه جاری تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها آقایان بسیار عزیز نازنین گرامی هستم. نمیدونم، یه بعضی وقت یه خبرهایی میاد و جمهوری اسلام با آب و تابم در موردش صحبت بود. مثلا در مورد همین تشییع جنازه ها مشاور یا نفر دوم ولیعهد عربستان اومد به تهران برای حکومت جمهوری اسلام، خیلی موفقیت سیاسی بزرگی که معاون مشاور ولیعهد عربستان اومده به این مرز و گفتم به زودی هم خود ولیعهد عربستان میاد ایران. گفتم خب خدا رو شکر، مثل که این جمهوری اسلامی یه ذره داره مخش جا میفته، فهمیده دنیا دست کیه، نمیشه با همه دنیا در افتاد، از عرب و عجم و ترک و فارس و همه از دم بسیار نسبگیری کرد، فهمیده که دنیا اونی نیست که آخوندا فکر میکنن یا فکر میکردن، کاری که بالای منبر میکردن، فکر میکردن که با تمام دنیا میشه، یعنی بالای منبر هر چی میگفتن همه گوش میدادن دیگه. حالا فکر میکردن دنیا همون در واقع تماشاچی ها یا شنونده های منبری آقایون هستن. یه ذره خب فکر کردیم که اینجوری شده، داره درست میشه. اما امروز صبح که از خواب بلند شدم دیدم که عربستان سعودی 6 تا خبرنگار صدا و سیما رو بعد از اینکه مدتی بازداشت کرده از این کشور اخراج کرد. رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ما نمیدونیم برای چی اینا رو گرفتن و نمیدونیم چجوری گرفتن و چرا آزادشون کردن پشت تخت فرودگاه. یعنی من ببخشید آقای رئیس صدا و سیما، اینایی که آزاد شدن اومدن تو فرودگاه تهران نگفتن وقتی که ما رو گرفتن بازجویی در چه زمینه بوده؟ آقا بالاخره وقتی آدم ها میگیرن بازجویی میکنن دیگه. نفهمیدن که، یعنی نگفتن که به شما که در چه زمینه از اینو بازجویی میکردن که شما میگین ما نفهمیدیم، نمیدونیم برای چی گرفتن میشه. اینا رفته بودن که گزارش از مراسم حج بگیرن. یه آقای دیگه هم بوده که این از زمانی که رئیسی زنده بوده گرفتندش، یه ایرانی رفته حج عمره، عکس حاج قاسم سلیمانی رو بالا برده و در کعبه، در محوطه کعبه عکس گرفته، عکس اینجوری بالا دستش گرفته و پشت سرش هم کعبه بوده، اینم گرفتنش و از اون موقع تا حالا توی حبس. میگن که آقای رئیسی خیلی اصرار داشت که هر طور شده اینو زودتر ترتیب بدن که آزاد بشه. آقای رئیسی که مرد و آزادم نشد. و حالا چرا مثلا یه آدمی که رفته حج، حج عمره یا حج تمتو، هر کدوم باید اونجا عکسی که عکس قاسم سلیمانی بالا ببره، در که اونجا قدیما من یادمه که اصلا نمیذاشن شما عکس بگیرید. من وقتی که به کعبه رفته بودم با آقای هویدا نخست وزیر، خاطرم هستش که اون زمان ملک فهد ولیعهد عربستان بود، ملک خالد پادشاه بود، ملک فهد خودش اونجا بود، در کعبه بود. وقتی ما به همراه آقای هویدا مراسم حج به جا می آوردیم، اونجا صحبت بر سر این شد که میخوام عکس بگیرن و عکاسی ممنوع بود، ولی ملک فهد
که البته اون ملک نبود ولی عهد بود. اونجا ملک فهد بعدی که اون موقع شیخ فهد بود به ماموران انتظامی دستور داد که اجازه بدن که گروه خبرنگارا و فیلمبردار و عکاسای ایرانی همراه با هویدا عکس بگیرن. و من از اون سفر با آقای هویدا شانس آوردم، آقای ملک فهد گفت عکس بگیرم ولی نمیشد عکس گرفت. یک شانس دیگه هم که آوردی میخوام تفاوت بهتون بگم ها. یک اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که میدونید که کعبه رو در کعبه رو هر سال یه بار باز میکنن که اون پرده‌دار کعبه که معمولا حاکم مکه هست یا پادشاه عربستان حالا شده عربستان میره اونجا و با گلاب داخل کعبه رو جارو میکنن نمیشونن سال یه دفعه. ولیکن در تمام طول تاریخ در 1400 سال گذشته 12 بار فقط 12 بار در 1400 سال گذشته در کعبه رو بدون یعنی خارج از مراسم معمول که سال یه دفعه باز میکنن 12 دفعه دیگه باز کرد به دلائل خاص که یک بارش همون موقع که آقای هویدا و ما رفتیم کعبه اونجا ملک فهد گفت که به حالا تفاوت رو بخوام بگم ها. ملک فهد گفت به افتخار برادرم برادر اعلی حضرت ملک خالد شاه ایران ما برای 12 بار در تاریخ در کعبه رو باز میکنیم. ما هم شاک شدیم که رفتیم تو و حالا داستانشی خب یه دفعه گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم ولی به هر حال رفتیم تو آقای هویدا جارو کرد و کعبه رو و بر حسب اتفاق چون آقای هویدا بین صفا و مروه رو دویده بود خب پاشم ناجور بود دیگه وقتی رفتیم تو کعبه داخل کعبه خب خسته بود نمیتونست جارو کنه اونجا تاریک تاریک بود من تقریبا پشت سرید ما 5-6 تا اجازه پیدا کردیم بریم تو باست مطمئن باشتم مسلمون هم نمیدن چی خیلی شرایط داشت اسم من هست عبدالستار دلدار دیگه لازمم از ثابت کنم من مسلمون هم بعد از آقای امیر عباس و عبیداد یه نفر دیگه رو خوندن اسمشو بلافاصله اسم من هم خوندن من معلوم بود مسلمون دبشه عبدالستار برای با آقای هویدا رفتیم اون تو جارو میکرد خسته بود من دیدم یه چیزی خورد به پای من اول محل نذاشتم توجه نکرد دیدم 2 مرتبه خورد اول یه ذره کم خورد از دور بعد دیدم 2 مرتبه خورد فهمیدم اه تاریک بود هیچی نمیدید تاریکی ظلمات محضا متوجه شدم آقای هویدا داره جارو رو به پای من میزنه یعنی بگیر اینو جارو کن حالا نمیست چیه پای سره خب شانسی ما بود و درد سرتون ندم زمانه رو میخوام بگم که اون زمان حالا چپی ها راستی ها ملی ها این اون سر من نریزنده ها که بگم آقا تو اومدی مثلا این تقریب واقعیت دارم میگم دیگه اون زمان روابط خارجی ما خوب بود و این روابط خارجی سبب شده که به ما احترام میذاشتن هم اجازه دادن ما عکس بگیریم عکسشو من دارم با آقای هویدا تو کعبه و هم برای 12 بار در تاریخ اسلام در کعبه رو باز کرد. حالا طرف رفته اونجا البته الان دیگه با این تلفن‌های دستی عکس میگیرن کنترلش مشکلی که بفهم کی داره عکس میگیره یا نمیگیره اون زمانه نمیشه شما دوربین و اینا مشخص هست حالا یه عکس گرفته یارو هنو تو زندانه خبرنگار رفتن اونجا زندانشون کردن و بعد شما آزه بیاره رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی میگی که ما نمیدونیم چه دستگیر کرد چه آزاد کردن به دلیلش شروع کنم که مدقه
روابط جمهوری اسلامی هنوز سالم نیست روابطش و امکانم نداره یه سالم بشه. حالا من فکر کنم بعد از این ماجراها و مسئله اسرائیل و حالا یه مقدار عربستان کوتاه اومده و این ور اونور داره اوضاع درست میشه. نه از که در رو همون پاشته میشن. خیلی خوب، من توی برنامه گذشته در واقع در دو برنامه گذشته من با جناب آقای دکتر مسعود نقل‌کار صحبت کردم. قرار که یه چهارشنبه در میون در خدمتشون باشیم. در برنامه اول دوم من حقیقتش بیشتر سعی کردم که نه که شما آقای نقل‌کار رو نشناسید، ولی که در برنامه من برای اولین بار حضور داشتن و برای خودم هم جالب بود که یه مقداری در مورد کارشون صحبت کنیم، کتابشون رو و تیکر. اما از امروز دیدگاه های سیاسیشون رو میخوام بررسی کنیم بعدش جویا بشیم. بنابراین جناب آقای دکتر مسعود نقل‌کار هستن الان، ما میریم پیام‌ها رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتون با آقای نقل‌کار هستیم، با ما باشیم. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف فینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی و هدیه سرای هارمونی. گل‌های زیبا با چیدمان حرفه‌ای ویژه مناسبت‌های گوناگون.
تلفن 408-229-3113، آدرس ساراتوگا روبروی قنادی بی بی جنب استارباکس در شهر سنوزه. هارمونی. سوپرمارکت کوپرتینو و رستوران پرژن کباب در خدمت هموطنان عزیز، ارائه انواع مواد غذایی، میوه و سبزیجات تازه، کباب داغ و انواع غذاهای خوشمزه اصیل ایرانی. بهترین کباب از ما، امتحان از شما. کیترینگ مهمانی ها و مجالس شما پذیرفته می شود. تلفن 408-257-1900، آدرس 7335 بالینجر رود در شهر کوپرتینو، شمال کالیفرنیا. انور بازار اینک با مدیریت جدید ایرانی در خدمت شماست. انواع گوشت و مرغ حلال، میوه و سبزیجات تازه، لبنیات و انواع سوسیس و کالباس، خشکبار و تنقلات ایرانی و افغانی، برنج و چای در برندهای متنوع، نان بربری تازه 7 روز هفته، کباب داغ جمعه، شنبه و یک شنبه ها از ساعت 11 صبح. آدرس 2626 یونیون اونیو در شهر سنهوزه. تلفن 408-559-6175. با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و سخا و پاکی شما، خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز گرام. خب از شعبه و آقای هویدا و عکس و این مسائل صحبت کردیم، جناب آقای نقره‌کار رو داریم. خدمت ایشون عرض سلام دارم. جناب آقای دکتر سلام عرض کردم قربان. بله من هم سلام و درود دارم برای شما و بینندگان محترم برنامه. آقای دکتر، حالا من رفتم یه ذره، قرارم نبود، قرارم بگم این 6 تا خبرنگار یه تو دارم چطور شد دارم به صحرای کربلا یاد اون سفر معروف آقای هویدا به مکه افتادم. آقا این جریان چیه؟ این جمهوری اسلامی که من نمیدونم شما برداشتتون چی از اتفاقاتی که من گفتم در این زمینه خاص تا برسیم به بقیه مسائل. بله خب در رابطه با خبری که در پیوند با تشییع جنازه رئیسی و مرگ رئیسی و پیوندش با میهمانی که از عربستان داشت گفتید، من اصلا فکر کردم راجع به مرگ رئیسی و پیامداش به ویژه آنچه که در داخل و خارج بود میشه یه مقدار صحبت کرد اگر فرصت باشه. او 100% امروز باست نظر شما رو جویا میدیم. 100% ولی در رابطه با رابطه خود جمهوری اسلامی با کشورهای پیرامونی یا اصلا در سطح جهان، خب ما واقعیتش میبینیم که حکومت اسلامی، خود شما اشاره کردید که خب یک سری از کشورها هستن که در یک روابط اقتصادی و یا حتی برخیشون که میشه گفت یه رابطه های اقتصادی مذهبی قرار دارن که جمهوری اسلامی فقط با اونها روابط حسنه ای داره، مثل مثلا روسیه و چین و یا برخی از کشورهایی که حالا در اونجا نیرو هم داره مثل سوریه و کشورهای دیگه. ولی در رابطه با عربستان، من هم وقتی شنیدم در رابطه با این مراسم رئیسی، خب فقط از کشور عربستان نبود، خبرهایی که تو اون رابطه بود واقعیتش یک کمی هم نگران کننده است. شما ببینید چندین کشور بزرگ توی منطقه عزای عمومی اعلام کرده بودن برای مرگ این آدم و حتی تصاویری هست که در کشورهای دیگه در واقع عزاداری هایی مثلا در هندوستان، در پاکستان و حتی تاجیکستان و برخی از کشورها، که خب این واقعا یه مقداری به نظر من نگران کننده است. حتی در روسیه حتما دیدید تصاویری رو که چگونه عکس اینو گذاشته بودن کنار سفارت و می رفتن مردم، یعنی کسانی که روس بودن، می رفتن گول می زاشتن، ستایش می کردن از این آدم. به هر حال یه مقداری اصلا
واکنشی که بسیاری از کشورهای جهان در رابطه با مرگ یک همچین موجودی داشتن و دارن، کما که میبینید بعضی از نهادهای مهم بین المللی مثل سازمان ملل پرچمش رو این افراشته میکنه، قرار برای ایشون یک مراسم تقریبا عزاداری یا بزرگداشت بگیرن. میخوام بگم خب عربستان درست روابط تیره ای داشت و هنوزم داره، ولی به طور کلی اصلا واکنش که در رابطه با مرگ رئیسی بوده یه مقداری لااقل من متوجه شدم که در سطح بین المللی مثل اینکه اصلا جنایت داره یه امر عادی میشه، یعنی یه جنایتکاری در این سطح شما ببینید به هر حال سطوح بین المللی واکنش ها چگونه بوده، که عربستان هم همونجوری که شما اشاره کردید به هر حال یه نماینده با مقام بالا فرستاده، ولی من فکر میکنم به خاطر رابطه بدی که بین ایران و اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل برقراره، خیلی بعیده کشورهای عربی که به اسرائیل نزدیک شدن بتونن یه روابط عادی رو با حکومت اسلامی برقرار کنن. البته حکومت اسلامی بهتر از من تجربه دارید، نشون داده که واقعا هوشیارانه گاهی عمل میکنه، یعنی به مجرد اینکه احساس خطر بکنه و فکر کنه که یه سری بحرانهاش میتونه اون پایه‌هاشو بلرزونه، فوری کوتاه میاد. با اینو تو زمینه جنگ با عراق دیدیم یا عرصه‌های دیگه دیدیم. الان هم نزدیکی به عربستان یا خیلی از کشورهای دیگه احتمالا خب متوجه شده که اگر نخواد این روابط رو در واقع به یک سطح عادی برسونه، روی بحران‌های درونیش خیلی تأثیر خواهد گذاشت، و به همین خاطر من فکر کنم یه مقداری داره یک تغییر سیاست میده، ولی واقعا هوشیارانه عمل میکنه. ما باید این رو قبول بکنیم، حکومت اسلامی برای حفظ حکومت و حفظ کیان اسلام خیلی کار میکنه، و در واقع حتی ممکنه یهو با جریانهایی مثل کشورهایی مثل امریکا یا کشورهای برخی کشورهای اروپایی یا خود عربستان دوباره روابط شد توی سطح مناسبی برسون. حالا جناب نقره کار، من حقیقتش اینه که درست میفرمایید، من با یک چندین سال پیش با یک از مقامات مثلا رسمی جمهوری اسلامی نبودش، ولی به هر حال یا آدمی که حکومت خوب میشناخت، من پرسیدم، شاید بس 20 سال پیش پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی مثلا این همه هزینه میکنه در لبنان، این همه هزینه میکنه در عراق، در سوریه، هی نیرو میفرسته فلان. و ببین اگر این کارا رو نکنه اینا رو برای این میفرست، برای کمک به اونا نمیفرسته، که اگر حکومت های غربی بخوان جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، اونا جمهوری اسلامی در این امکانه داره که اونجا در واقع برایشون مسائل درست کنه. اینی که این کارا رو جمهوری اسلامی میکنه که برای بقاء خودش، برای واقعا با اسرائیل کاری نداره، با هونش اسرائیله، این در واقع نیروهاش اونجاست که اگر آمریکایی‌ها یا غربی‌ها خواستن حکومت رو زیر آبش بزنن، اینا اونجا بتونن از اون طریق اونام کار خودشون رو با غربی‌ها بکنن. راست میگید، خیلی هوشیارانه اینا کار میکنن، واقعا بعضی وقت کارشون برای بقایشون ها، واقعا درست میفهمن. حالا چرا واقعا نور کار، من دلم میخواد این تئوری توطئه در مورد این سقوط هلیکوپتره عجیب و غریب در واقع دیگه همه جا همه گیر شده، هر کی باش صحبت میکنی یه چیز تازه در میاره، میگه مثلا امروز با یکی از دوستان صحبت کردم، به من تلفن زد در مورد یه مسئله دیگه، گفتم آقای نور کار دارم صحبت میکنم امروز در مورد همین هلیکوپتر میخوایم صحبت کنیم، گفت راستی فلانی
روز اول یادت گفتن 9 نفر توی هلیکوپتر بود، اسم یه روسم بود دیگه. از اون روز به بعد دیگه اسم اون روس سرنشین و هواپیما دیگه نیست. چی شد؟ گفتم نمیدونم. آقای نوروخاد جریان چیه؟ کل قضیه رو برای توضیح بفرمایید. بعد ببینید، اصلا یه نکته کلی من میگم در رابطه با تئوری توته. خب ما تو فرهنگ خودمون در گذشته حتی و الان اصلا این تئوری توته یه پاره ای از ویژگی های فرهنگی ما شده. یعنی در این معنا میخوام بگم، خب خود تئوری توته مشخص بحثی هست، ولی تو جامعه ما یا خیلی از جوامع دیگه شبیه ما که همیشه مورد هجوم به هر حال کشورهای بیگانه بوده یا درونش دموکراسی نبوده که خبرها به خوبی منتقل بشه به مردم و اینا، معمولا همگان دنبال این بودن که هر اتفاقی که میفته فکر کنن پشتش یه دستایی بوده که این اتفاق افتاد. شما در رابطه با همین تئوری توته ببینید دیگه، مثلا هر اتفاقی تو ایران بیفته میگفتن کار انگلیس هاست، الان هم گاهی میگن کار امریکایی هاست، نمیدونم حتی رخدادهایی مثل انقلاب یا شاید رخدادهای بزرگتر بلافاصله تو این ذهن ها میرفت که خود آنچه که در داخل ایران و به ما مربوط میشه کم اهمیت داده میشد. یه دستای دیگه ای بودن که این کارهای مختلف رو تو جامعه ما میکردن و خب این یه نگاهی بود که اصلا جا افتاده بود. من فکر کنم دلایل روانی و فرهنگیش هم برمیگرده به اینکه واقعا کشور ما همیشه به نوعی آسیب میدیده از کشورهای دیگه، حالا یه دورهی مغول‌ها و اون مسائل قبلی عرب‌ها و مغول‌ها و اینا، یه موقع هم به شکلهایی مثلا حضور امریکا، انگلیس، آلمان اینها تو جامعه ما. این یه مقداری جا افتاده. یعنی واقعیتش اتفاقایی که میفته و یه مقداری خبرها راجبش دقیق نیست، اون هم توی جامعه‌ای که سانسور هست، شایع پراکنی زیاده، خبرها خوب منتقل نمیشه، بلا فاصله طبیعی همه ذهنها میره تو این رابطه که خب این اتفاق حتما یه عده‌ای درش دست داشتن، یه دستای بیرونی عمل کرد. خواهم بگم یه همچین مسئله تو جامعه ما واقعا بوده و هست. حالا دلایلش هم میگم میشه بعد روش صحبت کرد. ما دوره خود مثلا رژیم پهلوی یادمونه دیگه که هر اتفاقی میافتاد کار انگلیس ها بود. اگر سیاسیون مخالف رژیم درش برخورد داشتن کار رژیم بوده اون اتفاق. خواهم بگم این چیز بود، این ویژگی بود و هست هنوز. در رابطه مشخص با این اتفاق طبیعیه حکومت اسلامی چون از این کارا کرده، حکومت اسلامی جنایت‌های زیادی کرده و این حکومت بارها ما شاهد بود اینا بچه‌های خودشون رو اعدام می‌کرد. بنابراین می‌خوام بگم تصفیه حساب کردن، حذف کردن مخالف، حتی نزدیکترین کسانشون تو این حکومت یه در واقع میشه گفت یک امر جا افتاده ای بود. خب طبیعی هم هست یه همچین اتفاقی فوری ذهنا بره اونجا که خب این اتفاق طبیعی نبوده، حتما دستی بوده و خب کی این کارو کرده؟ خود حکومت. یه مقداری در رابطه با این اتفاق من فکر میکنم باید دقت کرد. واقعا خبرهایی که هست بسیار متناقضه. صحبتهایی که میشه ببینه از جانب اپوزیسیون خیلی دقیق نیست. ما خوشمون نمیاد از اونهایی میخواییم در واقع ارتباط بدیم با جنایتهای خود حکومت، ولی واقعا باید دقت کرد. رئیسی مرید رهبر بوده، رهبر هر چی میگفته رئیسی میگفته چشم، یا خود آقای عبدالله
وزیر امور خارجه و یا دیگران. هیچ تقابل و تناقضی بین این دو وجود نداشته، بلکه واقعا یک کسی بوده که به قول معروف آبش هم با اجازه رهبر میخورد. بنابراین اگر هم این اتفاق یک در واقع توطئه بوده، میباید توی درگیری های درون خود به نظر من سپاه یا مثلا درگیری بین طائب که قبلا بود با خود رئیسی سر مسئولی که در سپاه بود و اینا، یه جا اونجاها باید رفت دنبالش. ممکنه تو خودشون به هر حال یه درگیری هایی بوده و فکر کردن اگر اینو حذف بکنن بهتره، ولی شواهد خیلی در واقع که بتونه اثبات بکنه تا به حال واقعا مطرح نشده، بیشتر فرض و حدس و گمانه. و خب خیلی هم خبرهایی که ما داریم درش تناقضه. اینی که من فکر میکنم خیلی قاطع نباید پای این رفتش که این یک برنامه از پیش تعیین شده بوده که اینو از بین ببرن. فکر کنم اگر میخواستن ببرن شاید راههای مناسب تری نمیدونم پیدا میشد. ولی مهمترین مسئله اینه که بین رهبر که نقش تعیین کننده داره و این رئیس جمهور و دولت هیچ گونه درگیری و تضادی نبود که بخوان این کارو بکنن، مگر اینکه تو لایه‌های دیگه حکومتی آدم بره سراغش اگر بخواد، اگر فکر کنه که واقعا یه توطئه بوده بهش. حالا ببینید جناب نورکار، من دیشب یه خبر خوندم، این آخرین خبر بود که اومده بود بیرون، که نه ترکیه محل سقوط هواپیما رو پیدا کرده نه سپاه، بلکه 5 تا از این موتور سوارای حرفه‌ای، موتورهای کوهستانی دارن، اینا اولین کسایی بودن که رفتن این منطقه و دیدند و چند تا عکس هم گرفتن. خودشون گفتن در صحبتی که گفتن به ما تمام عکس‌ها رو باز از بین ببرید، ازشون گرفتن فلان پر. خود حکومت هم جناب دوغرکا خودش هم مسئول این شایعه پراکنی هاست. من دیدم اگر واقعا این چی نبودی چطور مثلا نگفتن اصلا 5 تا موتور سوار رفتن، اینا رفتن با مدرک ها، با مدرک ثابت شده که این 5 نفر اول بودن. خود حکومت هم دامن میزنه به این مسائل، به این شایعات و این تئوری توته و این چیزا. فکر میکنید که چرا اگر هیچ خبری نبوده چرا این همه اینا پنهانکاری میکنن؟ دقیقا من واقعا نمیدونم. ببینید اون روزی که این اتفاق افتاد خب خیلی رو بسیج کردن برای اینکه برن اینا رو پیدا کنن، حتی افراد محلی تو اون منطقه تا اونجایی که من اطلاع دارم. خب یک سری از این موتورسوارهایی کوهستانی و اینا هستن، خب حتی ویدیو هم تهیه کردن، دیدید حتما ویدیو یه جسد رو نشون میده و اینها. خب اینها هست، این وضعیت هست. حالا حکومت چرا جلوگیری میکنه از پخش جزئیات این حادثه یا اون صحنه، من دقیقا نمیدونم. ولی میخوام بگم که یه مقداری باید صبر کرد، دقت کرد. من دیدم که یکی از دوستان ما که به هر حال این رسانه ها خیلی هم فعال هست، میگفته از پایین با گوله زدن به این هلیکوپتر. خب ببینید اینا واقعا بایستی اولا آدم اطلاعات دقیق داشته باشه. اینجور خبرها رو پخش کردن که نمیدونم فقط فرض و گمان باشه، واقعا آدم گم میکنه اینکه قضیه چی بوده. من مثالم زدم، شما الان خیلی ها میگن کار خامنه ای بوده اینو کشته، هرچی آدم فکر میکنه میبینه نه این نمیتونه باشه، مگر اینکه همونطور که عرض کردم بیاید تو لایه های پایین تر. اینا طائب و تصفیه کردن از سپاه یا تو موشه،
خامنه ای در واقع یه شبه طائب رو برداشت. طائب با اون نفوذی که توی سپاه و توی این ارگان ها داشته، بعد یه روحیه انتقام جویی هم داشته. آدم بعد مثلا بره اگر بخواد دنبال چیز باشه، بره تو لایه های پایین تر و ببینه دلیلش چیه. ولی در هر حال من واقعیتش هرچی فکر کنم میتونه یک حادثه باشه و میتونه در این حال یه تصریح حسابی هم باشه، ولی با این دلایلی که الان من میشنوم تو رسانه هیچ کدوم قانع کننده نیست. جناب آقای مسعود خان نور کار، آقای دکتر گرامی، یک صحنه، یعنی در واقع میدان برخورد با جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره عوض میشه. خب در داخل کشور مسلم مشخصا از روز اول این بودی که زنجیردار و نمیدونم قمه‌دار و خنجردار جمهوری اسلامی، عوامل جمهوری اسلامی، چوب به دستا و لباس شخصی ها بودن، اونجا حساب جدا بود. از اول هم جدا بود که اینا حرفشون خیلی راحت و خیلی بی رو دروسی میگن که ما میزنیم، لازم باشه خنجر میزنیم، لازم باشه دشنه میزنیم، لازم باشه با زنجیر میزنیم، با چوب میزنیم، چماق میزنیم، که معروف چماق به دست. اما متاسفانه یه خبر بد هست، یه خبر بد شنیدم که در خارج از کشور داره جمهوری اسلامی همون کاری رو داره میکنه یواش یواش که در داخل میکرد. حالا اجازه فرمایید ما بریم پیام‌های بازرگانی رو ببینیم و برگردیم. دلم میخواد در این مورد بیشتر مسئله رو من باز کنم و شما توضیح بدید چه خبره. با ما باشید. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We are a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سنحوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو میکند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار، تلفن 408-666-1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپک، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و
کمی بعد با لذت نوش جان میکنی. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل ها و قیمت های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. خب جناب آقای نقره‌کار، در خبرها اومده بود که در یکی از این مراکز اسلامی در انگلستان مراسم بزرگداشت و یاد بود برای ابراهیم رئیسی و همراهانش گذاشتن و طبیعتا مثل هر گرد همایی که جمهوری اسلامی میذاره مخالفین میرن و تظاهرات میکنن. اما این بار اولین بار نیست، یه دفعه دیگه هم اتفاق افتاده. این اتفاق این بودی که از داخل در واقع اون مرکز فرهنگ اسلامی اومدن تظاهر کننده رو زدن. ببینید جناب آقای نقره‌کار، در سالهای خیلی پیش یک بار چنین اتفاقی افتاد، اونم در واقع وقتی بود که در جنگ ایران و عراق هواپیمای مسافری ایران ایر رو یکی از ناوگان‌های آمریکا زد، در عمان خلیج فارس سقوط کرد و یه سری از طرفدارای جمهوری اسلامی رفتن تظاهرات در لس آنجلس، یه سری از مخالفان جمهوری اسلامی رفتن اونجا در واقع علیه جمهوری اسلامی تظاهرات کردن که جنگ تموم بکنن. اونجا یکی از این لاتای عرب که ما نورو بلان بود با چوب کرد تو چشم رفق خاشاتوریا و کورش کرد. این تنها موردی بوده که من توی 45 سال به این شکل کردم. الان میبینم که الان اینا دیگه اومدن وسط دارن کتک میزنن مخالفی رو. میفرمایید که چی شده؟ بله ببینید، من البته یه مقاله نوشتم، عنوانش هم این بود گویا و برخی از سایت ها چاپ شد که مگر اینکه لاتهای اسلامی اپوزیسیون از خواب بیدار کنن. ببینید الان حکومت اسلامی متوجه شده، یعنی همین عناصری که در خارج کشور داره و ضمناً با برنامه، که اپوزیسیون خارج کشور واقعاً پراکنده است و واقعاً هم در یک موقعیتیه که اینها میتونن فی‌الواقع یک نقش تهاجمی داشته باشن نسبت به اپوزیسیون خارج کشور. البته حکومت اسلامی تو خارج کشور ده ها جنایت کرده، میدونیم کشتارهایی که کرده و خب اون نمونه که شما گفتی، نمونه های دیگه هم البته من توی این مقاله آوردم. اینا در آلمان در شهر ماینز یک بار 100 نفر از این چاوکش ها رو فرستادن توی خوابگاهی و دانشجوهای مخالف رژیم رو اونجا
زدن، در پاریس از این اتفاق افتاد، در هامبورگ افتاد. ولی یه چند جای دیگه من توی مقالم نمونه آوردم، حتی یک جوانی که طرفدار سلطنت بود رو فکر میکنم در برلین در یه تظاهرات با چاقو کشتن اینا و دوستش رو هم به سختی مجروح کردن. چندین مورد بوده، ولی اینها در واقع تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده بود، برای اینکه یک دوره اپوزیسیون در یه موقعیتی بود که اگر برای تظاهرات میرفتن تعداد زیادی میرفتن و سازمان یافته، و اونها هم میدونستن که در واقع جاش نیست این بیان و اون رفتاری رو بکنن که الان کرد. الان شما ببینید جلوی همین مرکز اسلامی که این عزیزان رفتن تظاهرات کردن چه تعدادی. خب در دوسلدورف، فکر کنم دوسلدورف همین امروز بود، همین حالت داشت پیش می اومد که برای آقای رئیسی در میدان دوسلدورف اگر اشتباه نکنم مراسم گرفته بودن، یه تعدادی آمده بودن به اعتراض و اون به طرفدارای آقای رئیسی و حکومت اسلامی و مزدورای حکومتی اصلا حال تهاجمی داشتن. برای اینکه ببینید نمونه بگم، در لندن هر موقع تظاهرات میشد اکثر گروه ها با هم میرفتن جای تجمعی. الان اینطوری نیست. الان در واقع طرفداران نظام پادشاهی و سلطنت و اینها طوری میرن برای تظاهرات ها که هیچ نیروی دیگه‌ای با اونها همراهی نمیکنه، برای اینکه پرچمای خودشونو دارن، عکسای مخصوص خودشونو، شعارهای خودشونو. و خب این یه موقعیتی رو ایجاد کرده برای اینا، این پراکندگی، این ناهماهنگی، این ضعف در حضور و ضعف در برنامه ریزی. میخوام بگم الان اینها واقعا متوجه هستن که اپوزیسیون خارج کشور در یک موقعیتی است که به راحتی میشه بهش تهاجم کرد. و کردن دیگه، همین تصاویر حتما مال لندن رو دیدید، میان بیرون خانومی رو میخوابونن، با لگد میزنن، نمیدونم تهدید میکنن میکشیمتون فلان. و امروز در دوسلدورف بوده، احتمالاً در کانادا هم میگفتن چنین وضعی بوده. میخوام بگم تا اپوزیسیون، برای همین من عنوان مقالم این بود که مگر اینکه لاتا ما رو بیدار کنه، لاتا اسلامی. الان اپوزیسیون وقتی میره برای یک تظاهرات علیه حکومت اسلامی، چرا باید معمولا یه خطی باشه؟ چرا فقط باید مثلا طرفداران نظام پادشاهی برن و با پرچم و عکسای مخصوص خودشون؟ خب بقیه جریانات، جمهوری خواها، چپ ها و نمیدونم دیگران نمیان. خب این یه مشکله و این در واقع انشقاق، این صفبندی جدیدی که ایجاد شده، این الان بارقه خودشو داره نشون میده که این اتفاق یه اتفاق بی برنامه و تصادفی نیست. به نظر من جمهوری اسلامی، من اینو از روی نومیدی نمیخوام بگم و اینکه نومید کننده باشه، جمهوری اسلامی روی اپوزیسیون خارج کشور با رفتارش تسلط کامل. واو. شما ببینید دنیای مجازی رو الان بیاییم برید فیسبوک. ببینید فیسبوک چه فضایی داره، کیا هستن و چه اتفاقی داره تو فیسبوک میفته، چه اتفاقی داره توی اینستاگرام میفته. یعنی کاملا سایبریای حکومت اسلامی با برنامه تو دنیای مجازی دارن کار خودشون میکنن. الان دیگه از دنیای مجازی به نظر من در خارج کشور دارن میان در سطح خیابان ها. هیچ موقع توی چند سال گذشته، لااقل بعد از این اتفاقایی که من اشاره کردم، حالا رافی سال فکر کنم 67 و اینها بود یا اون موقع ها بود و بعد هم بقیه جریان ها، خب خیلی فاصله بود. چه اتفاقی افتاده که الان اینا
این حالت تهاجمی دارن. ضعف اپوزیسیونه، ضعف ماست و اونا هم خب از این موقعیت استفاده میکنن و شما ببینید دیگه. اصلا در همین دوسلدورف من امروز تصویرش رو دیدم، داد میزدن اون تزبولایی ها به سمت مخالفا که سید زنده است، یعنی رئیسی زنده است، خیال میکنیم مورد. یعنی میخوام بگم که یه مقداری اپوزیسیون باید بیدار شه و در این حال هیچ جای تأسفه که یه تظاهرات علیه حکومت اسلامی باشه، یه عده نرن به خاطر که یه عده دیگه میرن. یه عده هم که میرن سعی نمیکنن فضا طوری باشه که دموکراتیک و همه بیان. فقط باید پرچما و عکسا و خواستای خودشون باشه، شعارهای خودشون. و برای همین جلوی همون مرکز یه تعداد محدودی بودن. اگر جلوی اون مرکز 1000 تا آدم جمع میشد، تو فکر میکردی یا فکر میکنیم اینا جرات میکردن بیان بیرون بزنن اینا؟ نه. میخوام بگم یه مقداری باید برگردیم به این که چرا تو شما تو دنیای مجازی الان تو فیسبوک نگاه بکنید، تمام فحاشیست به رضا پهلوی، به خانوادهش، بعد یه دهی تو پوز طرفدار رضا پهلوی، فحاشی به چپ راست شد جمهوری خواه، اینا 50%شون به نظر من سایبه و میدونن دارن چیکار، فضا رو خراب میکنه. این رو ما الان اینا دیگه متوجه شدن، دیگه میتونن بیان در سطح خیابان ها و این کارا رو انجام. این به هر حال نگاه منه، واقعا خب تلخه، ولی من خیلی فکر کردم که چه اتفاقی افتاده. اینا اصلا جرأت نمی کردن نزدیک تظاهرات هایی که می شد علیهشون بشن، برای که کمیت بود، دیدگاه های مختلف تو تظاهرات بود. الان خب اینطوری نیست دیگه، الان واقعا تو شما گوشه نزنید، راحت من بخوام بدونم از چه نیست، از چه اینجوری شد، چی شد که اینجوری شد؟ ببینید این صف بندی که متاسفانه باید گفته این 3-4 سال اخیر، شاید 5 سال اخیر، ببینید یه اتفاقای افتاد و هنوزم جاریه که بسیار دلگرم کننده بود. نزدیکی برخی از سازمان‌های سیاسی، یه بحثایی که میتونه تا حدودی کمک کنه به ائتلاف‌ها، نزدیکی‌ها، حتی به شخصیت‌ها، حتی خود رضا پهلوی، ببینید تمایل به سمتش چقدر بیشتر شد. یه روی قضیه این بود که اپوزیسیون بخشیش تلاش کرد برای این کار، یه بخشی از اپوزیسیون در واقع این کار رو به نظر من خراب کرده و داره خرابتر میکنه، و اون تیپای افراطی طیف‌های سیاسی مختلف، از جمله تیپای افراطی که به نظر من افراطی‌های نزدیک به سلطنت هستن و خودشون طرفدار رضا پهلوی قلمداد میکنه، که اصلا تو خط رضا پهلوی نیستن با شناختی که ما از تفکرات ایشون داریم. میخوام بگم افراطی‌گری توی صفبندی های اپوزیسیون تا حدودی اپوزیسیون رو تضعیف کرده، هم اون حرکت های ائتلافی رو و هم در این ها در واقع تلاش هایی که میشد برای نزدیکی. یک دنیا ممنون جناب آقای دکتر مسعود خانم نور، کار واقعا شیوا و قشنگ و منطقی مسائل رو بررسی سوالایی که امروز پیش روی من و شما و مردم است. سپاسگزارم از تو، سپاسگزارم از تماشاگران عزیز که با ما بودن، و سپاسگزارم از آقای اسی حکیمزاده کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار دلدار در تلویزیون ملی پارس، و یک سپاس دارم، سپاس بیکران، و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که من با جان داد تا فدای ایران. شب روزتون خوش.